تخلفات سربازان استرالیایی در افغانستان. مدارک نشان می‌دهد که نیروهای استرالیا یک پیرمرد غیر مسلح را به گلوله بسته‌اند، مرد دیگری را در حالی که دستش بسته بوده از صخره پایین پرتاب کرده، یک پسر 15 ساله و مرد به نام بسم الله با فرزند 6 ساله‌اش را کشته است. برای جزئیات با ما باشید. برای حمایت از ما چنل را سابسکرایب، زنگوله را فعال کنید تا ویدیوهای بعدی ما را از دست ندهید. تخلفات سربازان استرالیایی در افغانستان چی بوده است؟ پلیس استرالیا در دومین روز عملیاتی که هدف آن روزنامه‌نگاران است، به دفتر اصلی رادیو و تلویزیون ملی این کشور ABC در سیدنی یورش برده و آن را تفتیش کرده است. ماموران پلیس در جستجوی دو خبرنگار و همچنین رئیس واحد خبری ABC بوده است. عملیات پلیس مربوط به گزارش است که تخلفات ادعای نظامیان استرالیایی در افغانستان را فاش کرده است. پلیس اعلام کرده برخورد قضایی با کارکنان ABC به اتهام انتشار اسناد محرمانه انجام می شود. چه اتهام های علیه سربازان اسرائیلی در افغانستان مطرح است؟ صدها صفحه شواهد مربوط به تحقیق درباره عملکرد نیروهای دفاعی اسرائیل در افغانستان در سال 2017 میلادی در اختیار رادیو تلویزیون ملی اسرائیلیا ABC قرار گرفت و این رسانه بخش هایی از این مدرک را نشان می داد. این نیروها مردان غیر نظامی و کودکان را در ولایت اورزگان افغانستان کشتند. در یکی از این مدارک فوق سری که در ماه ژوئیه 2017 میلادی منتشر شد، ادعا شده است که سربازان استرالیایی یک پسر 14 یا 15 ساله افغان را در سال 2012 کشتن و این خبر را پنهان نگه داشته است. همچنین از انجام تحقیقاتی در مورد کشته شدن مرد به نام بسم الله با فرزند 6 سالش به دست این سربازان در سال 2013 خبر داده شده است. در پی انتشار این خبرها در اوایل سپتامبر 2017 میلادی گزارش شد که استرالیا احتمال جنایات جنگی نظامیانش در افغانستان را بررسی می‌کند، اما نتایج این بررسی‌ها هنوز منتشر نشده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که سال گذشته منتشر شد آورده که سربازان اسرائیلی مستقر در ولایت اورزگان در خلال سال‌های 2006 تا 2013 برای کشتن غیر نظامیان افغان بی‌باکی نشان دادند. بر اساس گزارش این سازمان، سربازان اسرائیلی پیرمرد غیر مسلحی را به گلوله بسته‌اند و مرد دیگری را در حالی که دستش بسته بوده از صخره پایین پرتاب کردند. در 16 دسامبر 2013 آخرین واحد رسمی نظامیان اسرائیلی افغانستان را ترک کرد. در آن زمان تعداد سربازان اسرائیلی در افغانستان به بیشتر از 1500 نفر می‌رسید. این سربازان در اورزگان، ولایت جنوبی افغانستان مستقر بودند. 40 سرباز اسرائیلی در طول سال‌های حضور نظامیشان در افغانستان کشته شده و 261 تن آنها نیز جراحات سنگینی برداشتند. دولت استرالیا می‌گوید که این کشور بهای سنگینی برای جنگ افغانستان پرداخته است. در حال حاضر این کشور 300 سرباز در افغانستان دارد که مأموریتش ادارای آموزش و مشورت به نیروهای افغان است. دوستان محترم، شما می توانید این ویدیو را با دوستانتان شریک سازید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.